ماجرا از این قراره. بذارید من این دعوت به همکاری رو به شما نشون بدم. خیلی چیز ساده ایه. من الان دیدم توی ایران این ویدیوهایی که هست، پیامهایی که هست، اینا بازاریابی توی ایران خیلی رایج شده. اینکه یه نفر میشینه تو خونه یا حتی بعضی جاها آفیس دارن استخدام میکنن، ولی ما برای که مزاحم وقتی کسی نباشیم، حقیقتش اونها هم مزاحم ما نباشن، بیان و برن و سلام و احوال پرسی و چای دم کن و نمیدونم اینها، میگیم هر کسی از منزل خودش، از محل اقامت خودش، از دفتر کار خودش، از فروشگاه خودتون نشستید منتظر مشتری، بیکاری. این نشریه‌های ایرانی، رادیو تلویزیون‌ها و اینا رو که گوش میکنین، اینا رو بنویسین. مثلا دکتر سماواتی، متخصص رگ و قلب و عروق و از این چیزا، شما بهش زنگ میزنید میگید آقای دکتر سماواتی، شما میخواین تو تلویزیون مردم آگهی داشته باشید؟ میگید تلویزیون مردم چیه؟ میگه بابا یه تلویزیون اینجوریه، 20 سال این سوربی داره خودشو خفه میکنه و فلان اینها. بعد اون میگه که تلویزیون خیلی گرونه، شما بهش میگید نه آقا این تلویزیون شیرازیه و خیلی ارزون میگیره. در هر صورت من چون خودم تو کار اینشورنس بودم و کار مارکتینگ یا بازاریابی رو انجام میدادم، به این صورت هست که شما وقتی بازاریابی میکنین، اینجا بهش میگن کولد کال، یعنی تلفن هایی که صحبت هایی که سرده، سرد نه شما که با گرما و حرارت صحبت میکنید، طرف مقابل تلفن ممکنه بزنه زمین به آقا این موقع چه موقع مزاحم شدن خانم، این چه وقت مزاحم شدن، من الان دارم مثلا نهار بازارم فلان اینا. شما با خیلی خون سرد باشید. ما اولش به شما دروغ نمیگیم، مثل اونایی که میگن از روز اولی که اومدی مردم چپ و راست میان و اینا. شما ممکنه 100 تا تلفن بزنی تا 3 نفر مشتری پیدا کنی، ولی اگه 3 نفر مشتری پیدا کنی، اینجور نیست که ما یه بار 50% اونو به شما بدیم بگیم برو به سلامت. اینجا بهش میگن باب، مثل همون رابرت باب که میگن باب، بوک آف بیزینس. مادامی که این آقای دکتر سماواتی، حالا دکتر سماواتی اگه وجود داره زنگ بزنه، ما به شما به خاطر این ارزون میدیم، چون 25% خودمون میرم تو جیب خودم. در هر صورت تا زمانی که این دکتر مثالی اینجا وایساده و مثلا ما 150 دلار میده، بذار بگم 100 دلار که ساده تر بشه، تا زمانی که این ما 100 دلار میده، شما ما 25 دلار میگیری. شما الان دانشجو هستی ولی بعد درس تموم میشه میری یه جای دیگه کار میکنی، ولی مشتری که شما آوردی این بوک آف بیزینس شماست. تا زمانی که این آقا توی تلویزیون مردم برنامه داشته باشه یا آگهی داشته باشه، ما سر ما که ایشون پولو داد انشالله به موقع هم پرداخت میکنه، ما هم پول شما رو میدیم. یعنی نه هیچ کلکی میشه زد، اسامی هست فلان رستوران، مثلا زعفران گریل، کباب بازار، موبیدیک، نمیدونم شمشیری، مال شماست. و الان ما یه دونه مثلا آگهی داریم، آقای اندی 1 سپتامبر و 7 سپتامبر، 1 در ترکیه، 7 در استانبول، ببخشید 1 در استانبول ترکیه، 7 در مسکو. خب من فکر کنم این توضیحات کافی باشه، ولی اگر باز هم دوستانی هستید که مایل هستید ولی میگید که چجوریه، خب من کی پول میگیرم، حقوقم دائمه نیست، چه ساعتی باید بیام، ماشین ندارم فلان، اصلا این چیزا نیست. شما بچه داری، بچه تو نگه میداری، وقتی بچهت خوابی قشنگ اونو میذاری اونجا، خودتم نگاش میکنی، زنگ میزنی به فروشگاه عسل، به فروشگاه یاس، به فروشگاه شیراز، به نانوایی مشحسن. بعد اینا هم اینجوریه متاسفانه تو ایران. نه آقا اون تلویزیون کمونیسته، میگه آقا اولا این کمونیست نیست، این هیچی نیست. حالا گیرم که باشه، شما میخوای بری آگهی خودت انجام بدی، مگه اون که نگاه میکنه نون نمیخوره؟ در هر صورت باید بلد باشید یه مقداری، ولی خیلی کار ساده ای هست. بله این